الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعترته مولا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برادران و خواهران گرامی که در داخل از کشور یا بیرون از کشور زندگی میکنین امیدوار هستم که الله رب العزت و را لباس سعادت و تقوا و عافیت را نصیب تک تک و فرد فرد شما بگرداند و این شب های مبارکی که امشب شب بسیکم می شود انشالله آغاز شب بسیکم است لیالی قدر شب های قدر شب هایی که عبادت در این شب ها معادل هزار ماه عبادت محسوب می شود به پیشگاه رب العزت و نصیب تک تک فرد فرد شما الله رب العزت و الجلال بگرداند حتی صدقات هم همین میزان از حسنات را داره و هر کار خیر و هر شی که عبادت محسوب میشه در این شب همین فضیلت را داره من فقط در دو رابطه خیلی مختصر صحبت میکنم چون عزیزان زیاد تماس میکشن امیدوار هستم که از این ویدیو ان مشکلات برادران و خواهران حل شود اول در مورد زکات هست زکات اصلا در لغت به معنی طهارت یعنی پاک شدن پاکی و همچنین به معنی نما میاد یا به معنی زیاد شدن افزون شدن یعنی کسی که زکات میدهد در حقیقت مالش افزون می شود مال زیاد می شود و مال خود را پاک می کند این به معنی نیست کسی حرام خورده باشد یا حرام جمع کرده باشد سود ربا و اینها را بعد بگه زکات می پاک می شود نه خیر اونهایی که حرام هستند اونا واجب الاسترداد هستند که به صاحبان اصلیش برگردانیده شوند زکات سر کسی واجب هست که اول شرطش همیست او باید مسلمان باشه دیگه شرط زکات این است که او عاقل باشه دیگه شمی است که او بالغ باشه دیگه شرط شمی است که مالک نصاب باشه که نصاب فعلا 38000 افغانی می شود 38000 افغانی که همون 600 گرم نقره یا 595 گرم یا 612 گرم فقط این تفاوت است 600 گرم خیر الامور اوسطها وسط این سه قول است همون کسی که 600 گرم نقره دارد زکات سر از او واجب می شود یعنی این به است نیست که حتما خود نقره را باید داشته باشد معادل نقره یا قیمت نقره از جنس یا از مال تجارت و دکان و یا ای که پولی که فعلا مروج هست در بازارهای ما این پول افغانی هزار افغانی کسی که دارد زکات سر از او واجب هست که باید بپردازد پس از هر هزار روپه 25 روپه زکات باید ادا بکند و شرط اخیرش حولان حول است این یک سالم سرش میگذرد در حقیقت سری برادر یا خواهر زکات فرض می شود و اگر تنها طلا داره تنها طلا داره که پول در کنارش نیست 85 گرام تلا باید باشد و اگر تنها نقره داره که هیچ چیزی در کنارش نیست باید 600 گرم وزن این نقره باشد تا زکات سرش واجب شود و اگر طلا کم دارد یعنی به اندازه 85 گرم طلا ندارد 40 گرم طلا دارد 20 گرم طلا دارد 30 گرم طلا دارد ولی در کنارش پول افغانی هم دارد این مقدار 10000 و 20000 و 30000 یا ای که برادرایی که در تاجیکستان زندگی میکنن یا برادرایی که در ایران زندگی میکنن اونجا تومان شمار میشه به همین قیمت 600 گرام و در تاجکستان هم سومون شمار میشه کمی 600 گرم نقره را قیمتش چقدر میشه یا در روسیه برادرایی که اونجا زندگی میکنن روبل اونجا شمار میشه این یعنی همین 200 گرام نقره در هر کشوری که هستن معیار نصاب است پس در همون هر کشور قیمت 200 گرم نقره چقدر میشه اما اندازه اگر پول دارن از پول رایج همون کشور سر برادر و خواهر زکات فرض می شود بناهن اگر کسی به اندازه نصاب طلا ندارد 85 گرام کمتر از 85 گرام دارد اما در کنارش پول هم دارد باز قیمت طلا به همراه این پول یک جا جمع شده از مجموع این پول زکات داده می شود از موتری که در خانه دارن کسی موتری هست برای ضرورت رفت آمد خودش از او زکات نیست از یخچالی که داخل خانه است یا اسباب خانه کس اسباب خانه داره قالین داره از خود خانه از زمین زکات نیست کس زمین داره او کس حولی داره یک و دو تا حولی داره به خاطر کرایه نشین به کرا داده است یا به اجاره داده است از او زکات نیست از دکانی که داره زکات نیست پس فقط زکات شرطش امی است که یعنی چیزی باشه که نمو داشته باشه یعنی افزون شود در گذشته سال مثل طلا نقره یا پول نقد امیدوار هستم که این مطلب را گرفته باشین اما در باب مصارف زکات یک نکته قابل تذکر است او است که زکات فقط به پدر و مادر بابا و بیبی بی، همین قسم بالا بالا بروین نمی شود یعنی به پدر و مادر بیبی بابه بی، بابا تا بالا نمی شود و همچنین به پسر و دختر نمیشود شود اگر چه پایین پایین نواسه و کواسه و می قسم پایین پایین بروید نمی شود و همچنین اگر شوهر به زن بدهد زن به شوهر بدهد نمی شود البته این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است برداشت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از دین اسلام همین است ولی امین سه گروه که در نظر بگیرین شما پدر و مادر پسر و دختر شوهر برای زن زن برای شوهر نمی شود دیگه به هر کسی که زکات داده می شود ادا می شود کسی زکات خود را به داماد می دهد کس زکات خود را به عروس خود می دهد کس زکاتش به مامایش می دهد به کاکایش می دهد به خالیش می دهد به عمیش می دهد به برادرش می دهد به خواهرش می دهد هیچ اشکال نداره زکاتش ادا میشه بلکه ثواب هم بیشتر داره چون یک سل رحمی هم میشود کسایی که به خیش خود به اقرب خود به نزدیک خودش به برادر خواهر خود میدهد هم زکاتش ادا شده هم سل رحمی شده که این مزدش و ثوابش بیشتر است معزی بیشتر وقت عزیزان را نمیگیرم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.